حسین قلی مستعان. روزنامه‌نگار، مترجم، نویسنده در 25 ماه 25 کتاب نوشت. گاهی یک کتاب در یک روز می نوشت. زمانی که تیراژ کتاب از چند صد نسخه تجاوز نمی کرد، کتاب‌های مستعان تا 50,000 نسخه به فروش می رسید. یک کتاب در یک روز. شهرت پدیده عجیبی است. دیر می آید، سخت می آید، اما زود و آسان می رود و چون رفت دوران طولانی گمنامی فرا می رسد. در عالم ادب و هنر کم پیش می آید نویسنده یا هنرمند وقتی محبوبیت و شهرتش را از دست داد در طول زندگانی موفق شود بار دیگران را به دست بیاورد. حسین قلی مستعان از کسانی بود که این بخت را داشت که طعم شهرت و محبوبیت را چند بار بچشد. سالهای 1318 تا 1320 اوج شهرت حسین قلی مستعان بود. در آن سالها او ماهی یک کتاب در 120 تا 160 صفحه به قطع کوچک، قطعی که بعدها به کتابهای جیبی مشهور شد، با نامهای خوشاهنگ و مضمونهای عشقی و احساساتی منتشر می‌کرد. از آن داستانهای پرسوز و گداز که اشک از چشم خواننده‌های پر احساس روان می‌ساخت و تقریبا همه به سبک کتاب پل و ویرژینی برناردن دو سن پیر و آثار لامارتین و شاتوبریان بود، اما با حال و هوای ایرانی. همین که ماه نو فرا می رسید، در همه شهرهای بزرگ و کوچک سرزمین پهناور ما، زنها، مردها، جوانها، پیرها، دانش آموزها، فارغ التحصیلها، باسوادها، کمسوادها، به طور خلاصه همه مردم، به جز بیسوادها که کتاب نمی خواندند و روشنفکرها که عده آنها در آن روزگار بسیار کم بود و کتابهای دیگری می خواندند، چشم به راه بودند، پست برسد و کتابهای مستعان که با نام مستعار ه میم حمید منتشر می شد در پشت شیشه کتاب فروشی ها ظاهر شود و آنها این کتاب ها را بخرند، با عجله خود را به خانه برسانند، شروع به خواندن کنند، قلب حساسشان فشرده شود و اشک از چشم هایشان روان گردد. حسین قلی مستعان از اول سال 1319 تا 25 ماه 25 کتاب نوشت. هر ماه یک کتاب. این کتاب ها همه اسمهای خوش آهنگی داشتند: نوری، آزیتا، شیده، پشیمان، شوریده، شیرزاد، لذت، مهربانی، رخزا و و. مستعان در آن زمان مجله‌ای هم به نام راهنمای زندگی منتشر می‌کرد، مجله‌ای مصور با قطع بزرگ و کاغذ سفید. راهنمای زندگی که اولین مجله ایران به سبک امروزی بود، هر دو هفته یک بار منتشر می‌شد. تمام مطالب مجله را مستعان و همسر دومش ماه طلعت پسیان که او هم نویسنده بود می‌نوشتند. جز آن دو فقط دو سه نویسنده و مترجم دیگر با آنها همکاری می‌کردند. شایع بود مستعان بعضی از آن کتاب‌ها را در 24 ساعت نوشته. آنچه مسلم است یکی از آنها را به نام شیده به گفته خودش در یک روز عاشورا و طی 6 ساعت نوشت. مستعان بعدها در پاسخ خبرنگار سپید و سیاه که از او پرسیده بود چطور ممکن است نویسنده‌ای 25 جلد کتاب را در 25 ماه بنویسد و تازه در کنار آن یک مجله هم منتشر کند و 3/4 مطالب آن را خودش بنویسد، جواب داده بود: هر کس گرفتار اعتیاد نباشد، در روز سحرگاهان از خواب بیدار شود، ورزش کند، مطالعه کند و محیط اطراف و مردم را بشناسد، میتواند ماهی یک کتاب، که سهل است، روزی یک کتاب بنویسد. و بعد ادامه داده بود: مضامین این کتاب ها را من در یک روز یا یک هفته تهیه نکردم. از سال 1308 تا 1318 که فعالیت مطبوعاتی هم کم شد، در فکر تهیه آنها بودم و موضوع آنها را در ذهن می پروراندم. مستعان در نوشتن پشتکار عجیبی داشت. اگر در آن سالها در 25 ماه فقط 25 مجلد کتاب نوشت، به آن علت بود که بعد از شهریور 20 حال و هوای مملکت عوض شد، وگرنه او خیلی راحت می توانست
در 250 ماه 250 کتاب بنویسد. شهرتی که مستعان در آن سالها پیدا کرد در حدی بود که بعدها هنرپیشه‌های سینما و خواننده‌های معروف پیدا می‌کردند. در آن زمان کمتر کسی بود سواد داشته باشد، اهل مطالعه باشد، کتاب‌های مستعان را نخواند و درباره مستعان و نوشته‌هایش بحث نکند و اگر او را دید و شناخت به دیگران نشانش ندهد. در آن سالهای قبل از شهریور 20 که کتاب‌های سیاسی، فلسفی و اجتماعی منتشر نمی‌شد، مردم به مطالعه کتاب‌های عشقی و پلیسی روی می‌آوردند. روزی مستعان برای تماشای فیلمی به سینما میهن در چهارراه حسن آباد رفته بود. در آنجا مشاهده کرد دو خانم جوان او را به هم نشان می‌دهند و درباره‌اش صحبت می‌کنند. وقتی فیلم تمام شد، آن دو به طرف مستعان رفتند و خودشان را معرفی کردند. ما شهدخت شمس پهلوی و مهدخت اشرف پهلوی هستیم. شما آقای مستعان هستید. اینطور نیست؟ خیلی خوشبختیم با شما از نزدیک آشنا شدیم. آیا ممکن است بگویید کتاب آینده شما چه نام دارد و موضوعش چیست؟ مستعان که با مشاهده ماموران محافظ آنها را شناخته بود جواب داد: اگر موضوعش را بگویم لطفش از من می رود. درباره نامش هم هنوز تصمیم نگرفتم. اگر چند روز دیگر صبر کنید آن را هم خواهید دانست. چون این جوابی به دختران رضا شاه فقط از یک نویسنده بی اعتنا به جاه و مقام برمی آمد. به یاد دارم بعد از شهریور 20 که بحث درباره تملق‌گویی مطبوعات در دوران 20 ساله رضا شاه موضوع روز شده بود، مستعان در مجله راهنمای زندگی نوشت: من در آن زمان یک سال و نیم مجله منتشر کردم، ولی نه عکسی از رضا شاه چاپ کردم و نه تملق او را گفتم. راست می گفت. او این عادت بی اعتنایی نسبت به مقامات را تا آخر عمر حفظ کرد. شهریور 1120 و هجوم روس و انگلیس به ایران حال و هوای سیاسی کشور را عوض کرد. داستانهای زمان داستانهای عشقی و پرسوز و گداز سپری شده بود و مردم به کتابهای سیاسی، فلسفی، اجتماعی، به خبرهای داغ و انتقادی، به مبارزات احزاب و به وقایع جنگ جهانی دوم توجه پیدا کرده بودند. به این ترتیب بود که به تدریج نام مستعان از خاطره ها فراموش شد. 57 سال نویسندگی. حسین قلی مستعان در سال 1283 خورشیدی در تهران دیده به جهان گشود. پس از اتمام دوره دبیرستان در دارالفنون مدتی در مدرسه علوم سیاسی به تحصیل پرداخت. کار روزنامه نویسی را از آغاز قرن هجری شمسی و از 17 سالگی به عنوان روزنامه نگار عکاس در روزنامه نیمه رسمی ایران آغاز کرد و چون به کار روزنامه نگاری علاقه زیادی داشت، خیلی زود به سردبیری آن روزنامه رسید. بعدها گاهی شکوه می کرد حق به او بود که مدیر روزنامه ایران شد. مستعان قصه نویسی را از سال 1314 در مجله مهرگان شروع کرد. لذت شهرت و موفقیت را هم در این مجله چشید. او داستانهای خود را با نام مستعار ه میم حمید می نوشت که نامی مشهور شد. اما دوران داستان نویسی او در مهرگان کوتاه بود. این مجله زود تعطیل شد. مستعان مدتی هم پس از کنارگیری سعید نفیسی از ماهنامه ادبی مهر به سردبیری آن مجله رسید. مستعان پرکار بود. در این سالها به ترجمه کتاب لمیزابل ویکتور هوگو پرداخت. قبلاً اعتصام زاده نیمی از آن را به نام تیره‌بختان منتشر کرده بود. مستعان آن را با نام بینوایان به فارسی برگرداند که یکی از بهترین ترجمه ها به شمار می رود و چندین بار تجدید چاپ شد. مستعان در سال 1319 مجله راهنمای زندگی را منتشر کرد و از همان سال به چاپ کتاب های ماه پرداخت. هر دو کار او با اقبال خواننده ها روبرو شد. مستعان بدون وقفه 57 سال
قلم زد. از سال 1300 تا 1357 گاهی در اوج بود و گاهی هم در نشیب، ولی همیشه به کاری که میکرد اعتقاد داشت. بعد از شهریور 20 و تعطیل مجله راهنمای زندگی و کتابهای ما، او طبق سنت روز برای مدتی به سیاست روی آورد. چندی سردبیر روزنامه سیاسی اخبار روز بود، مدت زمانی مدیر و سردبیر روزنامه اخبار و مدتی هم مدیر هفته‌نامه دستور شد. چند ماهی هم سردبیر کیهان بود، ولی چون اهل زد و بندهای سیاسی نبود، در کار روزنامه نویسی موفقیتی به دست نیاورد و ناچار باز به قصه نویسی روی آورد. در سال 1124 به دنبال تحولی که در هفته‌نامه تهران مصور به وجود آمد، احمد دهقان از عده‌ای از نویسندگان سرشناس دعوت کرد که در انتشار مجله با او همکاری کنند. یکی از این نویسنده‌ها حسین قلی مستعان بود. مجله تهران مصور در آن زمان تیراژ زیادی نداشت، ولی قصه های مستعان به پیشرفت آن کمک کرد، به طوری که به زودی به صورت پرتیراژ ترین مجله کشور درآمد. مستعان داستان های خود را که در آغاز کوتاه و پس از مدتی دو سه شماره ای و بعداً به صورت پاورقی های چندین ساله در می آمد، با نام های مستعار حبیب، انوشه، یکی از نویسندگان، در تهران مصور چاپ کرد. آفت، رابعه و شهرآشوب اوج کارهای مستعان در تهران مصور به شمار می آمدند. او در آن سالها بالاترین رقم دستمزد را در میان نویسنده های مطبوعات دریافت می کرد و چشم بیشتر مدیران مجلات به مستعان بود که روزی با تهران مصور اختلاف پیدا کرده با آنها کار کند. این زمان که از سال 1124 شروع شده بود و نزدیک به 14 سال طول کشید، دوره سوم شهرت و محبوبیت مستعان محسوب می شود. در تمام این مدت من دورادور مستعان را می شناختم. قبل از شهریور 20 و قبل از دوران بلوغ خواننده کتاب‌های ماه و مجله راهنمای زندگی او بودم. اشک زیادی هم ریختم. اما دوران نویسندگی او در تهران مصور مصادف بود با زمان دانشجویی و بعد دوران روزنامه‌نگاری من. در این مدت هیچ یک از داستان‌های او را نخواندم. با مستعان در باغ وحش کوپنهاگ. در سال 1336 شرکت هواپیمایی SAS متعلق به کشورهای اسکاندیناوی از چند تن از روزنامه‌نگاران ایرانی دعوت کرد که طی چند روز از جاذبه‌های جهانگردی، آثار تاریخی، موزه‌ها و کارخانه‌های کشورهای سوئد، نروژ و دانمارک بازدید کنند. برنامه سفر را بهرام شاهرخ، مرد ماجراها، که شرح آن در جای خود خواهد آمد، تنظیم کرده بود. او در آن زمان رئیس روابط عمومی شرکت هواپیمایی SAS بود و چون در این سفر روزنامه‌نویس‌ها را با سلیقه خودش انتخاب کرده بود، تجانس زیادی میان آنها وجود نداشت. اما طی همان روزهای اول هر دو سه نفر به هم نزدیک شدند و زوج‌های مناسب تشکیل دادند. در این سفر بیشتر اوقات مستعان و من با هم بودیم و گفتگوی مورد علاقه ما ادبیات و نویسندگی و مطبوعات گذشته و حال ایران. یک روز ما را برای بازدید از باغ وحش بزرگ کوپنهاگ یا به قول دانمارکی ها کوپنهاگن بردند. بعد از بازدید از بخش‌های مختلف در قسمت حیوانات درنده، مستعان دست مرا گرفت و گفت کمی صبر کن بقیه بروند، می‌خواهم یک صحنه جالب به تو نشان بدم. قسمت حیوانات درنده سرپوشیده بود و حیواناتی مثل شیر، ببر، پلنگ و یوز پلنگ در اتاقهای جداگانه که به وسیله دیوار و نرده‌های آهنی از یکدیگر و همچنین از قسمت رفت و آمد تماشاچی‌ها جدا می‌شد، نگهداری می‌شدند. جایگاه این حیوانات حدود 1 متر از زمین ارتفاع داشت، به طوری که تماشاچی‌ها رو در روی حیوانات قرار می‌گرفتند. وقتی بقیه همسفران و مهماندارها از نظر ناپدید شدند، مستعان به جایگاه شیرها اشاره کرد. یک شیر عظیم و جسه آفریقایی که سری بزرگ و یالهای افشان داشت در 2 متری نرده‌ها
با وقار تمام نشسته بود. چند شیر هم دوروبر او می پلکیدند. او آن شیر را به من نشان داد و گفت: من الان این شیر را هیپنوتیزم می کنم به طوری که مثل یک بره رام شود و هرچه بگویم اطاعت کند. با حیرت نگاهش کردم. تنها حرفی که در جوابش به فکرم رسید این بود: ولی شما که دانمارکی بلد نیستید. مستعان روز قبل ضمن گفتگویی به مهماندارها گفته بود که زبانهای انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، عربی، ترکی و چینی را می داند، ولی درباره زبان دانمارکی ادعایی نکرده بود. وقتی این حرف را زدم گفت: احتیاجی به حرف زدن نیست، من با نگاه او را هیپنوتیزم می کنم. آنگاه یک قدم جلو گذاشت به طوری که تماشاچی‌ها نتوانند از فاصله بین ما و جایگاه مخصوص شیرها عبور کنند. بعد راست ایستاد و چشم‌های درشت، سیاه و نافذش را به شیر دوخت. قیافه و رفتار مستعان نشان می‌داد که با هیپنوتیزم آشنایی دارد. وقتی من که در کنار او ایستاده بودم به شیر نگاه کردم، دیدم شیر هم بدون حرکت چشم به چشم دیدم شیر هم بدون حرکت چشم به چشم مستعان دوخته. از این رو معتقد شدم به زودی حیوان درنده تسلیم نگاه نافذ او خواهد شد. مستعان در همان حالت که به شیر خیره شده بود آرام آرام جلو رفت و فاصلش را با شیر کم کرد. تماشاچی ها که متوجه مستعان شده بودند از ما دور شدند تا مزاحم کار او نشوند. یک بار دیگر به شیر نگاه کردم. آرام و بی حرکت نشسته بود، آنچنان که گویی سست شده و الان است که سرش را روی پاها گذاشته به خواب برود. به تدریج فاصله مستعان از میله های آهنی جایگاه شیران کم شد تا آنکه به حدود نیم متر رسید. اما او باز هم در حال پیشروی بود که ناگهان شیر گردشی به سر بزرگ خود داد و نعره بلندی کشید. از صدای او تمام وجود من به لرزه درآمد. من و مستعان بی اراده قدمی به عقب برداشتیم. اطرافیان ما وحشت زده شدند. شیر بعد از آن نعره خوفناک بار دیگر آرام شد و به همان حالت قبلی نشست و آرام چشمهایش را به مستعان دوخت. من رو به مستعان کردم. میخواستم پیشنهاد کنم از ادامه کار منصرف شود، ولی مستعان که بر خود مسلط شده بود گفت: دیدی؟ گفتم: چه چیز را؟ گفت: واکنش شیر را. او در اثر نیرویی که از چشمهای من به سوی او جریان داشت بدون اراده این عکس العمل را نشان داد. این آخرین نیروی مقاومت او بود. حالا دیگر تسلیم اراده من است. با نعره شیر تمام کسانی که در آن قسمت باغ وحش بودند متوجه ما شدند و همگی در جای خود ایستادند تا شاهد بقیه ماجرا باشند. مستعان بار دیگر حالت هیپنوتیزم کردن به خود گرفت. با چشمهای نافذش به شیر خیره شد. از تماشاچی ها صدا بیرون نمی آمد. همه در جای خود ایستاده و به ما دو نفر که با موهای سیاه و چشم ابروی مشکی در میان دانمارکی های موتلایی مشخص بودیم نگاه می کردند. احتمالا به نظر آنها ما دو مرتاض شرقی بودیم که برای اجرای برنامه به باغ وحش کوپنهاگ آمده بودیم. این بار مستعان با اعتماد به نفس بیشتر شروع به کار کرد. او در حالی که به آرامی جلو می رفت زیر لب هم کلماتی بر زبان می آورد که من نمی فهمیدم، اما به محض آنکه فاصله او به حد دفعه پیش رسید شیر مثل صاعقه به طرف نرده ها پرید و دستش را به سوی ما حواله کرد. خوشبختانه نرده ها مانع شد صدمه ای به ما برسد. حرکت ناگهانی شیر همه تماشاچی ها را دچار وحشت کرد، به جز مستعان را که هنوز هم امیدوار بود با نیروی هیپنوتیزم شیر را تسلیم کند. او میخواست برای بار سوم آزمایش را از سر بگیرد که من خواهش کردم این کار را برای روز دیگر بگذارد، چون قرار ما با سایر همسفران و مهماندارها این بود که برای صرف نهار به رستوران باغ وحش برویم. در میان ابراز احساسات شدید تماشاچیان دانمارکی از آنجا خارج شدیم. آنها شاید فکر می‌کردند قصد ما همین بود که موفق به انجام آن شدیم. مستعان فقط با این شرط حاضر شد آنجا را ترک کند که من قول بدهم یک روز دیگر
شاهد هیپنوتیزم کردن شیر قوی هیکل باغ وحش باشم. او چنان با ایمان راسخ از هیپنوتیزم کردن شیرها صحبت میکرد که من قبول کردم هر طور شده یک روز تماشاچی هنرنمایی او شوم. انجام این برنامه در دانمارک و سوئد و نروژ میسر نشد. او را راضی کردم برنامه را در باغ وحش تهران پیگیری کنیم. بستان بعد از سالها همکاری با مجله تهران مصور در اثر اختلافی که بین آنها به وجود آمد به طور ناگهانی رابطه‌اش را با آن مجله قطع کرد و آخرین پاورقیش را که توفاهی نام داشت و یک رمان تاریخی بود به مجله دیگر برد. او در این موقع بیمیل نبود با سپید و سیاه همکاری داشته باشد. در آن زمان سپید و سیاه از نظر تیراژ رقیب تهران مصور بود. یک روز مستعان تلفن کرد با هم به باغ وحش تهران برویم تا او شیرها را هیپنوتیزم کند. در آن هنگام هنوز با هیچ مجله‌ای شروع به همکاری نکرده بود. اتفاقا سفری به خارج در پیش داشتم، بنابراین برنامه را به آینده موکول کردم. سفرم طولانی شد. او همکاریش را با مجلات دیگر شروع کرد. به جای یک مجله در چند مجله مشغول کار شد. امید ایران، فردوسی، اتحاد ملل و مجله رادیو تهران. از آن سو تهران مصور جای خالی مستعان را با دعوت از صدرالدین الهی که همکار من در سپید و سیاه بود پر کرد. الهی تخیلی قوی و قلمی شیرین داشت. اهل مطالعه بود و همواره در جریان آخرین تحولات ادبی جهان قرار داشت. اغلب روزها به دفتر مجله می آمد و ساعتها درباره ادبیات ایران و سایر کشورهای جهان بحث می کردیم. مدتی بعد یک بار دیگر مستعان به من زنگ زد. تصور می کردم با هم شروع همکاری با مجلات دیگر قرارمان را از یاد برده. اینطور نبود. گفت باغ وحش تهران دو شیر قوی هیکل و درنده آورده و او آماده است آنها را هیپنوتیزم کند. چون قول داده بودم پیشنهادش را پذیرفتم. به اتفاق به باغ وحش رفتیم. ساعتی بعد که از باغ وحش بیرون آمدیم بین ما قراردادی برای همکاری منعقد شده بود. قرار ما این بود که او هفته ای دو داستان، یکی کوتاه و یک شماره‌ای، دیگری دنبال دار در سپید و سیاه بنویسد. آن روز مستعان به جای شیرها مرا هیپنوتیزم کرده بود. همکاری مستعان با سپید و سیاه چند سال ادامه یافت. سپید و سیاه در آن زمان بالاترین تیراژ را در میان مجلات داشت. نوشته های مستعان خواننده زیادی پیدا کرد. بعضی مانند خونخواه مرو و دلی در تند باد هوسی مشهور شد. ولی هیچ یک شهرت داستان های آفت، رابعه و شهرآشوب را پیدا نکرد. آنها را مستعان در تهران مصور نوشته بود. بعدها مهندس والا مدیر تهران مصور گفت ضربه‌ای که رفتن مستعان به تهران مصور وارد کرد هرگز نتوانست جبران کند. خواننده های تهران مصور به نوشته های مستعان عادت کرده بودند. زمانه هم فرق کرده بود. شوها و سریال های تلویزیونی جانشین پاورقی های مطبوعات شده بود. اینها باعث شد امیدی که من از همکاری با مستعان داشتم برآورده نشود. شاید خود مستعان هم متوجه ماجرا شد. او که روزگاری در 5 تا 6 مجله قلم می زد همکاری خود را با بیشترشان قطع کرد و یک بار دیگر خاموشی انتخاب کرد. شاید اگر فرصت به دست می آورد بعد از چند سال بار دیگر می توانست خواننده هایش را با نوشته های خود جلب کند، ولی دیگر چنین فرصتی پیش نیامد. حسین قلی مستعان آنطور که من شناختم. مستعان نویسندهی منظم، دقیق و پرکار بود. نثری درست، روان و شیرین داشت که حتی مخالفانش نیز نمی توانستند منکر آن شوند. دارای تخیلی قوی بود. برخلاف بسیاری از نویسنده ها که از افتخارات خود می دانستند که بگویند نوشته های دیگران را نمی خوانند، مستعان قصه های تمام مجله ها را می خواند. هرگز نشنیدم از نوشته کسی بد بگوید، ولی گاهی ادعا می کرد فلان نویسنده مضمون قصه اش را تمام یا قسمتی از قصه را از فلان داستان او که در فلان تاریخ در فلان مجله چاپ کرده بود گرفته است. بیشتر اوقات که پیگیری می کردیم حق با او بود. مستعان گاهی در هفته 7
تا 8 پاورقی و داستان کوتاه می نوشت و همه را مرتب و بدون ساعتی تأخیر می رساند. به یاد ندارم یک روز هم به بهانه‌ای کار مرا عقب انداخته و یا در غلطگیری، همیشه غلطگیری دوم را خودش می کرد، تأخیر کرده باشد. شخصیت های رمان های مستهان شگفت‌انگیز بودند. آثارش خواننده را کنجکاو می کرد، داستان را تا آخر پیگیری کند. یک روز به او گفتم خواننده ها از فلان پاورقی شما عصبانی هستند و به وسیله نامه و تلفن اعتراض می کنند. خوشحال شد. گفت این درست همان چیزی است که من می خواهم. اگر بی تفاوت بودند نگران می شدم. این هم عقیده ای بود. درباره شخصیت های داستان هایش می گفت من همیشه شخصیت های داستان هایم را از میان مردم برگزیدم. کوشیدم تا همچون یک وقایع نگار دقیق یا یک آینه صیقلی، گزارشگر و نمایشگر راستین حوادث و چهره ها و زشتی ها و زیبایی های جامعه و خصوصیات و ریزکاری های عصر خود باشم. در این تلاش هدف اصلی من همواره راهنمایی و بهاموزی و سوق دادن خواننده به فضایل اخلاقی و انسانی بود. هرگز سطری ننوشتم که در آن این تعهد و رسالت اساسی را از عهده بر نیامده باشم، زیرا اعتقاد راسخ دارم اگر نوشته ای آری از این آرمان خواهی اخلاقی و انسانی باشد، هرچند از نظر هنری به اوج کمال هم برسد، بیهوده و بی‌ارزش است. با این همه در داستانهایش گاهی صحنه‌های بی‌پرده‌ای به چشم می‌خورد. وقتی یادآوری می‌کردم می‌گفت اینها را نباید با مطالب سکسی نویسنده‌های دیگر مقایسه کرد. این راهی است که من برای مبارزه با سکس و انحرافات و مفاسد اجتماعی برگزیدم. این هم عقیده‌ای بود. مستعان از هر گونه اعتیاد به دور بود. روزی یک دانه سیگار می‌کشید. آن را هم با تیغ نصف می‌کرد برای دو وعده. یکی بعد از صبحانه، یکی بعد از نهار. در 24 ساعت فقط 3 تا 4 ساعت می‌خوابید. تمام وقتش صرف تخیل، تفکر، مطالعه و نگارش می‌شد. وقتی درباره پرکاری او سخن به میان می‌آمد و مخالفانش نوشتن یک کتاب را در یک روز نقطه ضعف او تلقی می‌کردند، مستعان طی گفتگویی با گزارشگر سپید و سیاه گفت اگر کسی گرفتار اعتیاد نباشد، مثل من در شبانه روز فقط 3-4 ساعت بخوابد، محیط اطراف را بشناسد، کنجکاو، دقیق و اهل مطالعه باشد و هرچه را میبیند دربارش فکر کند، البته که خواهد توانست این همه کار کند. درست است که من کتابی را در یک روز نوشتم، اما قبلا چند سال درباره آن فکر کرده بودم. مستعان در پاسخ کسانی که ادعا می کردند مضمون داستانهایش را از فوتورمانهای خارجی می گیرد می گفت من بیش از 250 سوژه دارم که چون خودم وقت ندارم آنها را بنویسم، حاضرم به علاقمندان بدهم. آنهایی که این تهمتها را به مستعان می زدند شاید نمی دانستند نویسنده های فوتورمانهای خارجی در ادب مقامی بالاتر از مستعان ندارند که او سوژه داستانهایش را از آنها اقتباس کند. مستعان می گفت 1000 داستان کوتاه و 200 کتاب نوشته. او بهترین آثارش را آفت، رابعه، شهرآشوب، عشق مقدس، آتش به جان شمع فتد، دلی در تند باد هوسی و خونخواه مرو می دانست. اینها در مجله تهران مصور و سپید و سیاه چاپ شده بود. مدتی مستعان هم به کار نمایشنامه نویسی مشغول شد و چند نمایشنامه نوشت که در سالهای بعد از شهریور 20 با موفقیت به روی صحنه آمد. از جمله آنها باید از آلو، عروس مرمر الملوک و شوهرهای مریم خانم یاد کرد. حسین قلی مستعان شعر هم می گفت، زیبا هم می گفت، اما یک بار دست از این کار کشید. می گفت علتش را بعدن می گویم که نگفت. برای نمونه ذوق شاعری او، قسمتی از شعری که در شماره مسلسل 828 سپید و سیاه مورخ 29 مرداد 1348 چاپ شد را در اینجا می آورم. راست گفتی عشق خوبان آتش است،
سخت می سوزاند اما دلکش است. من کجا و ترک آن مهوش کجا؟ دل کجا؟ پرهیز از این آتش کجا؟ شعرهایش چندین بار به نام مولوی در مجلات چاپ شدند. یک بار هم روی شعر او آهنگ گذاشتند و یکی از خواننده های مشهور آن را در برنامه معروف گلهای رنگارنگ اجرا کرد. مستعان به رادیو نامه نوشت: شعری که به نام مولانا جلال الدین ضبط کرده اید از من است که سالها قبل در مطبوعات چاپ شده. هیئتی برای تحقیق تشکیل دادند. چون ثابت شد که شعر از مولانا نیست و مستعان آن را گفته، واکنش رادیو در برابر این کار آن بود که پخش مجدد آن را ممنوع کرد. نوشته های مستعان پیشنویس و پاکنویس نداشت. از همان آغاز کار شروع به نوشتن می کرد. در داستانهایی که برای ما می فرستاد و هر یک 6 تا 7 صفحه داشت، شاید فقط 2 تا 3 قلم خوردگی دیده می شد. اما خط مستعان شاید ناخواناترین خط در میان نویسنده های مطبوعات بود. ریز و بدون فاصله می نوشت و از خودنویس و جوهر آبی سیر استفاده می کرد. آن همچنان که گویی همیشه نوک قلمش شکسته است. در هر چاپخانه 1 یا حداکثر 2 حروف چین می توانستند خط مستعان را بخوانند و به جهت این امتیاز دست مزد بیشتری می. مستعان در نوشتن رمان پاورقی در 3 زمینه کار میکرد. اول پاورقی های تاریخی یا شبه تاریخی، مانند همویه، توفاهی و خونخواه مرد. منبع او برای انتخاب وقایع و زمان و مکان کتاب های تاریخی قدیم به ویژه حبیب السیر رخاندمیر بود. این کتاب از معروفترین کتاب های تاریخ عمومی به زبان فارسی است که از خلقت آدم و حوا تا پایان کار شاه اسماعیل صفوی در آن نوشته شد. مستعان به شخصیت‌های مشهور کار نداشت. در یک برهه از زمان یک قهرمان خیالی خلق می‌کرد، آنگاه او را به متن حوادث می‌برد. شاید اگر یک شخصیت شناخته شده تاریخی مانند جلال الدین خوارزمشاه، نادرشاه، شاه عباس یا لطف‌علی خان زند را انتخاب می‌کرد، موفقیتش بیشتر می‌شد. اما مستعان می‌خواست در حاشیه تاریخ ایران شخصیت‌هایی مثل رابین هود و آیوان‌هو خلق کند. کاری دشوار بود و موفقیت در آن دشوارتر. زمینه دیگر کار مستعان نوشتن پاورقی‌های پرماجرا و جنایی بود، مثل شهرآشوب و قهرمان معروفش آقا بالا خان که سالها مردم ایران را مشغول کرد. سومین زمینه کار او نگارش داستان‌های عشقی بود. معروف‌ترین کار او در این قسمت عشق مقدس، دلی در تند باد هوسی و آتش به جان شمع فتد بود. نثر مستعان در این داستان‌ها بسیار زیبا و دلنشین بود، به ویژه مقدمه‌هایش که یک قطعه ادبی شمرده می‌شد. با این همه روشنفکرها هرگز مستعان را به عنوان یک نویسنده بزرگ قبول نکرد. مستعان قامتی باریک و رسا داشت. او تا پایان زندگی تناسب اندام خود را حفظ کرد. چشم ابرویی بسیار سیاه داشت، موهایش هم سیاه بود. قیافه او همیشه جدی و متفکر بود. او هر روز صبح قبل از طلوع آفتاب برمی‌خاست، اول نیایش و ورزش می‌کرد، تابستان‌ها همیشه و زمستان‌ها گاهی در حوض خانه‌اش آبتنی می‌کرد. در جوانی زمستان‌ها یخ حوض را می‌شکست و در آب می‌رفت. مستعان مردی گوشه‌گیر بود. فقط در معاشرت‌های خانوادگی شرکت می‌کرد. او خانواده پرجمعیتی داشت، با فرزندان متعدد و یک دختر که همیشه کودک ماند. او می‌خواست زندگی خانواده‌اش را از راه قلم تأمین کند. در میان نویسندگان ایران او از معدود کسانی بود که در این کار موفق بود. اما این طرز کار یک اثر منفی هم داشت و آن زیاد کار کردن بود. شاید اگر مستعان به جای 1000 قصه 100 قصه و به جای 200 کتاب 20 کتاب می نوشت، موفق‌تر از این می شد. مستعان از سالهای پیش شاگردانی داشت که برای درس نویسندگی نزد او می آمدند. بیشتر شاگردهای او زن و دختر بودند.
مستعان دلی در تند باد هوس داشت. در نتیجه گاهی کارش با شاگردان به دلدادگی و ازدواج می‌کشید. نویسنده‌ها به طور عادی یک نام مستعار دارند، اما مستعان نام‌های مستعار متعددی داشت که معروف‌ترین آنها از این قرار بود: ه، میم، حمید، حبیب، انوشه، مینو، مراد، حمید، شادگان، یکی از نویسندگان، دوست شما. و البته گاهی هم مقاله هایی با اسم اصلی خود، حسین قلی مستعان، و زمانی بدون اسم می نوشت. منتقدان ادبی ما مختار هستند درباره مستعان نظر خود را داشته باشند و مستعان را با وجود نوشتن آن همه داستان کوتاه و رمان بلند و داشتن یکی از زیباترین نثرهای معاصر و کتابهایی که بیش از 10 بار تجدید چاپ شد و تیراژش از 50,000 گذشت، 50,000 تیراژ در زمانی که جمعیت وطن ما از 20 میلیون کمتر بود و 80% آنها هم بی‌سواد بودند. در تجزیه و تحلیل‌های خود جزو نویسنده‌ها به شما نیاورند، ولی ما نمی‌توانیم قضاوت مردم را درباره مستعان ندیده بگیریم. مردمی که تمام هفته انتظار می‌کشیدند تا روزنامه فروشی نام مجله‌ای را که داستان‌های مستعان در آن چاپ شده فریاد بکشد و آنها با علاقه مجله را بگیرند و نوشته‌های مستعان را بخوانند. روزی دکتر محمود عنایت ضمن تجزیه و تحلیل درباره نویسنده‌های معاصر از نثر مستعان تعریف کرد. سخنان او بعضی از روشنفکران را خوش نیامد. آنها حتی نمی‌خواستند بشنوند که نثر مستعان کم نظیر است. مستعان آخرین قصه زندگیش را با عنوان آخرین قصه نوشت، داستانی که هرگز چاپ نشد. من شرح این قصه را با تغییراتی از زبان دوستی شنیدم. نویسنده معروف شهر ما در 74 سالگی دل به دختری 14 ساله بست. دختر برای آموختن نویسندگی نزد او رفته بود. نویسنده به جای آن که به او نویسندگی بیاموزد، خود مسحور جمال و کمال او شد. 3 سال از تدریس نویسندگی گذشت. نه دختر نویسنده شد، نه دل نویسنده آرام و قرار گرفت. شرایط زمان عشق آزاد را تحمل نمی کرد. ناچار شد تن به ازدواج بدهد. همسر نخستین نویسنده، آن خانم محترمم که مادر فرزندان نویسنده بود و به دلدادگی های شوهرش عادت داشت، برای چندمین بار رضایت داد. نویسنده و دختر 60 سال اختلاف سن را ندیده گرفتند و ازدواج کردند. عروس 17 ساله و داماد 77 ساله بود. پیشبینی آنچه که پس از مدتی بین این زوج اتفاق افتاد زیاد دشوار نیست. به هوش زیاد هم احتیاج ندارد. دختر جوان در آغاز مجذوب چیزهایی شده بود که نویسنده روزگاری داشت ولی اکنون دیگر نداشت. شهرت، محبوبیت، درآمد و کسانی که افتخار می‌کردند جزو آشنایان او باشند. اما در آن هنگام چند سالی میشد که نوشتن را کنار گذاشته بود. با کنار گذاشتن نویسندگی نامش هم به دست فراموشی سپرده شده بود. زن جوان در آغاز از اینکه همسر نویسنده مشهوری شده آنچنان شاد بود که گویی در آسمانها پرواز میکند. اما به تدریج با روشن شدن حقایق به زمین خاکی فرو افتاد. وقتی اسم همسرش را میگفت جوانها او را نمی شناختند، اما پیرها در جواب می گفتند شما دختر نویسنده هستید، و خیلی ها می گفتند شما نوه نویسنده هستید. حتی یک نفر نمی گفت شما همسر نویسنده هستید. این حرف ها زن جوان را متوجه اختلاف سن نشان می کرد. نویسنده بارها با او از دوران شهرت و محبوبیت خود سخن گفته بود، روزگاری که هر روز آدم‌های مختلف از مجله‌های مختلف با پاکت‌های پر از پول می‌آمدند، پاکت‌ها را می‌دادند و قصه‌ها را می‌گرفتند. اما حالا اگر کسی در خانه را می‌زد، برای گرفتن پول بود،
ندادن پول، کرای خانه، پول آب، برق، تلفن. نویسنده می گفت من مرد هزار قصه هستم. به تدریج که زمان می گذشت جاذبه ها رنگ می باخت و زن جوان با حقایق تلخ زندگی روبرو می شد. داستان شیخ صنعان یک بار دیگر تکرار شده. نویسنده برای جلب توجه همسر جوان حاضر به هر کاری بود. نویسنده کم کم دچار اوهام شد. خیال بافی های او که در گذشته برای داستان پردازی بود اکنون دائمی شده بود. اغلب حقیقت و رؤیا را با هم اشتباه می کرد. یک روز از فکرش گذشت اگر روزگاری قصه های شیرین می نوشت شاید به خاطر سحرخیزی هایش بود. به یاد آن روزهایی که در زمستان یخ حوض را می شکست و در آب سرد غوطه‌ور می شد. یک روز حب زمستان این کار را کرد. نتیجه آن تب شدید و عوارض آن هذیان و اوهام بود. می گفت امروز رابعه آقا بالاخان و همویه به دیدارم می آیند. وسایل پذیرایی را آماده کن. می گفت دیروز باخ به من تلفن کرد. مدتی با هم صحبت کردیم. مستعان با پیانو آشنایی داشت و باخ را می شناخت و یا می گفت ویکتور هوگو به دیدار من آمد. گفت آمدم از تو به خاطر ترجمه خوبی که از لمیزرابل کرده ای تشکر کن. در روزهای دیگر آدمهای دیگر را می دید. اما زن جوان این کارها را صحنه سازی می پنداشت و ادعا می کرد این کارها را برای سرگرمی او می کند. او حتی گاهی همسرش را به جای مادر عزیزش می گرفت. مادری که می پرستید و همیشه می گفت مادر وقتی مردم مرا در زیر پای خودت دفن کن. سرانجام فشارهای روحی قوای مرد هزار قصه را تحلیل برد تا آنکه سرانجام در 15 اسفند سال 1361 سنگینی بار مشکلات باعث شد زندگی را بدرود گوید. کسانی که در آخرین لحظات قبل از خاک سپاری او را دیدند نمی توانستند در وجود مرد بی نهایت لاغری که ریش انبوهی صورتش را پوشانده بود نویسنده مشهور شهر را بشناسند. او را همچنان که خواسته بود زیر پای مادرش دفن کردند و روی سنگ قبرش نوشتند زیر پای مادرم خفتم که بهشت اینجاست.